فردا چهارشنبه 4 اسفند ساعت 11 و نیم شب قراره که منچستر یونایتد با اتلتیکو مادرید بازی کنه و نکته جالب اینجاست که رونالدو مقابل حریف قدیمی خودش قرار میگیره. سلام و خوش اومدیم به یک ویدیو جدید. توی این ویدیو همونجوری که بهتون گفتم قراره بریم پنالتی کشی کنیم بین اتلتیکو مادرید و منچستر یونایتد که فردا توی چمپیونز لیگ قراره که بازی رفتشون برگزار بشه ساعت 11 و نیم شب. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم سریع سراغ پنالتی کشی. آقا همینجوری که می‌بینید بازیکن‌های ما آپدیت هستن، بازیکن‌های اتلتیکو مادرید هم آپدیتن، اما نکته کار اینجاست که اتلتیکو مادرید 5 تا بازیکن اولشو خیلی قشنگ و ردیف چینده طبق اوورال پنالتی زنی. من نمیدونم چه جوری هوش مصنوعی این کارو کرده، اما به هر حال ما باید همین کار رو انجام بدیم. پنالتی اول، سوم، پنجم خیلی مهمه توی فوتبال، همیشه اینجوری میگم، من نمیدونم چرا، اما من پنالتی پنجم رو میدم به سانچو بزنه، پنالتی سوم رو میدم به کاوانی که پنالتی زنیش خیلی خوبه. نه آقا ما اینجوری شدش ترکیبمون واسه پنالتی زدن، رو بریم سراغ پنالتی ببینیم که قراره که حریفمون چیکار بکنه. خب منچستر یونایتد مقابل اتلتیکو مادرید حتما پیش بینی کنین که این بازی چند چند میشه. آیا رونالدو میتونه مقابل حریف قدیمی خودش باز دوباره گلزنی کنه و پیروز بشه یا که نه؟ بازی چند چند میشه. اولین پنالتی رو کریستیانو رونالدو میخواد بزنه، بهتون نشون میدم کدوم سمت میخوام بزنم. ترجیحاً سمت اونور نمیزنم چون مقابل یعنی زاویه بدنی رونالدو همون سمت دقیقاً زدم کنج، فکر میکنم بیرون بره. وای پنالتی اول رونالدو رو میگیره اوبلاک. وای اولین باره که رونالدو نتونستش فکر کنم به اتلتیکو مادرید توی پنالتی گل بزنه. حالا نوبت سوارزی که اولین پنالتی اتلتیکو مادرید رو بزنه، ببینیم که آیا سوارز میتونه دروازه ما رو باز کنه یا نه. دخالت درون دروازه قرار گرفته، سوارز میزنه همون سمت و ما هم میگیریم. حالا مساوی میشه کار. حالا دوباره باید بریم سراغ ادامه بازی، سراغ پنالتی دوم منچستر یونایتد. یا این دفعه من بزنم همین برش. آن این دفعه هم زدم همون ورش، ایشالله که اوتس نره. ای بابا باز رفت همون ور و باز دوباره توپمون رو گرفتش لعنتی آنتوان گریزمن. پشت توپ قرار گرفته، میخواد ضربهش بزنه، فکر میکنم اون ور بزنه این دفعه. وای وسط زد. وای این دفعه بیا بزنیم این ور. حالا خوبه این دفعه هم یادیم ور. کاوانی، ادینسون کاوانی ضربهش رو میزنه سمت. وای همه رو داره میگیره پدر سوخته. آقا پنالتی سوم اتلتیکو مادریدیا. وای خیلی عقبیم. اینو خراب کنیم کارمون تمومه. حالا پوگبا پشت توپ قرار میگیره، این دفعه پوگبا میخواد بزنه سمت راست. پوگبا خدای انصافا پنالتی قبلم خوب زدم. حالا پوگبا میزنه سمت راست، ایشالله که این گل بشه ما بتونیم کامبک بزنیم. میزنه پوگبا و توی دروازه. حالا دیگه باید همه پنالتی اتلتیکو مادریدیا رو بگیریم اگه اشتباه نکنم. آره باید همه پنالتی ها رو بگیریم، انشالله که بتونیم بگیریم. یا امام هشتم. وای گل رو خوردیم، اتلتیکو مادرید ما رو برد. حسرت برونو فرناندز، پوگبا و کاوانی و سانچوی که پنالتی بهش نرسید. تموم کار ما و راند یک رو متاسفانه منچستر یونایتد میمازه. خدای پنالتی ها رو خیلی نوک زدم، اما اونا هم کسافت بازی در آوردن. فکر میکنم یه تقلبی در کار بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارین که پارت های بعدی پنالتی ها هم توی چمپیونز لیگ یا حالا بقیه رقابت ها داشته باشیم، حتما توی کامنت ها بگین و لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. اینستاگرام هم فالو بکنید سایت رسیم به سیکا. و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.